گیلاسیا سلام، امروز میخوایم یه فیلم خیلی خفن به اسم The Butterfly Effect یا اثر پروانه‌ای رو ببینیم که قطعا باعث میشه نگاهتون به زندگی تغییر بکنه. این فیلم محصول سال 2004 هست و با کارگردانی اریک برس و مکی گروبر نمره 7.4 از 10 رو توی لیست IMDb به خودش اختصاص داده. اشتون کوچر هم نقش اول فیلمه که واقعا عالی نقش رو بازی میکنه. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشن فیلم هم باشه تا آخرش بهم فحش ندید. فیلم با نمایش پسری به اسم ایوان تربورن شروع میشه که از بچگیش با بیماری فراموشی مقطعی روبرو و خیلی وقت پیش میاد که یه مدت کوتاه از روزش کلن از یاد ببره. خیلی از این فراموشی ها زمانی که در حال وقت گذروندن با صدا دوست صمیمیش یعنی لنی، کیلی و برادر کیلی یعنی تامی هستن اتفاق میفته. مادر ایوان اولین بار وقتی که این بچه 7 سالشه متوجه این فراموشی ها میشه. یه روز توی 7 سالگیش معلم از مادر ایوان درخواست میکنه به مدرسه بیاد نقاشی عجیبی که این پسر کشیده رو بهش نشون بده. در حالی که نقاشی همه بچه‌ها با محتوای شاد و خوبه، نقاشی ایوان یه پسری رو با چاقو نشون میده که دو نفر رو به قتل رسونده. وقتی از پسر راجبش سوال میکنن، اون اصلا زمان کشیدن این نقاشی رو به خاطر نداره و برای همین مادرش رو به بیمارستان مغز و اعصاب میبره تا چکاپ بشه. زمانی که منتظر اسکن مغز ایوان هستن، مادرش با دکتر صحبت میکنه و میگه میترسم بیماری روانی پدرش رو به ارث برده باشه. دکتر هم بهش میگه این فراموشی به ندرت پیش میاره، بهتره از این به بعد یه دفتر خاطرات براش بگیرید تا همه چیز رو توش بنویسه و اینطوری مشکل ذهنش رو کم کم برطرف بکنه. از روز بعدم ایوان این کارو شروع میکنه و اول صبح توی دفترش مینویسه دارم میرم پیش کیلی و تامی تا با هم بازی کنیم. همینطوری هم اضافه میکنه که امروز برای اولین بار قرار بابای اون دوتا رو ببینن. مادر ایوان حاضر میشه تا بره سر کار و یه دفعه ایوان رو میبینه که وسط آشپزخونه با یه چاقوی تو دستش وایساده و حالت عجیبی داره. اینجا متوجه میشه دوباره فراموشی برای پسرش پیش اومده و تو حال خودش نیست. بعد از چند ثانیه مادر با ترس از ایوان میپرسه چیکار کردی و اونم جواب میده یادم نمیاد. ایوان میره خونه کیلی و تامی وقتی میرسه کیلی بهش میگه بابام یه دوربین جدید خریده و تصمیم گرفته فیلم بسازه. باباشون یعنی آقای میلر میاد جلو و به ایوان میگه تو قرار ستاره فیلم من باشی و وقتی پسر خودش یعنی تامی میگه چرا من نمیتونم باشم، پدر با عصبانیت سرش داد میزنه و میگه چون من اینو میخوام. بعدم به سمت ایوان میاد و بهش میگه نباید راجع به فیلم به هیچ کسی حرف بزنی. اینجا دوباره فراموشی ایوان اتفاق میفته. وقتی به حال خودش برمیگرده میبینه تو زیرزمین خونه ای آقای میلر و کنار کیلی هر دو تاشون لخت دراز کشیدن. آقای میلر هم با دوربین جلوشون و ایوان با وحشت از جاش بلند میشه. میپرسه من اینجا چیکار میکنم که آقای میلر هم میگه همون کاری که بهت گفتم انجام بده. کیلی کلا سکوت کرده و وقتی ایوان میپرسه چه اتفاقی افتاده هیچ جوابی بهش نمیده. اینا در حالیه که تامی عصبانیت خیلی شدیدی تو نگاهش و خواهر برهنه خودش کنار دوست صمیمیش و پدرش میبینه و گردن عروسکی توی دستش رو میشکنه. اینجا میفهمیم که چه آسیب روانی شدیدی روی کیلی و تامی وجود داره. از طرفی مادر ایوان میره پیش دکترش تا نتیجه اسکن آزمایشاشو ببینه. دکتر میگه هیچ بیماری یا مشکل جسمی دیده نشده و این فراموشی ممکنه به خاطر استرس زیاد اتفاق بیفته. استرسی که احتمالاً به خاطر نبودن پدر کنار ایوان شکل گرفت و اگه ارتباطش با پدرش خوب بشه استرس از بین میره. بعد از این قضیه مادر ایوان میره دنبالش تا دوتایی به تیمارستانی برن که پدر ایوان اونجا بستری و همو ببینن. ایوان هم اینو توی دفتر خاطراتش مینویسه. تو صحبتشون متوجه میشیم پدر ایوان یه مشکل شدید روانی داره و ممکنه حتی به یاد نیارتشون. توی تیمارستان پدر که اسمش جیسون به اتاقی آورده میشه و به ایوان میگه از من نترس، نمیخوام بهت آسیبی برسونم. حرف زدنشون ادامه داره که یه دفعه پسر دلچار فراموشی میشه و وقتی چشمشو باز میکنه پدرش با عصبانیت افتاده روشو داره خفش میکنه و در همین حین به پسرش میگه من خیلی دوستت دارم. سر نیروهای امنیتی وارد میشن و توی جدال بین نیروها و پدر ضربه‌ای به سر جیسون میخوره و در جا میمیره. 6 سال بعد رو میبینیم ایوان وسط دوست صمیمیش نوجوانای کله خری شدن و سیگار و مشروب مصرف میکنن. بچه‌ها حوصله‌شون سر رفته و تصمیم میگیرن با ترقه‌ای که تازه گرفتن برن بیرون و یه جا رو منفجر کنن. تامی رو مخل این راه میره و راضیش میکنه ترقه رو داخل صندوق پست یکی از خونه‌های اطراف بندازه. لنی میترسه و قبول نمیکنه. ایوان سیگاری که دستش رو بالای ترقه میندازه و میگه اینو بنداز تو صندوق تا وقتی سیگار به آخرش رسید تازه ترقه روشن شه و بترکه. لنی هم قبول میکنه و بعد انداختنش تو صندوق سعی میشه بچه‌ها میاد. ایوان گوشه کلی رو میگیره و یه دفعه فراموشی براش اتفاق میفته. همین که چشماشو باز میکنه همشون وسط جنگلن و دارن با وحشت میدوئن. ایوان و تامی زیر بغل لنی رو گرفتن که انگار از حال رفته و به فرار ادامه میدن. اونا سریع اونو به خونه و آمبولانس میرسونن و مادر ایوان میاد پیششون تا بپرسه چی شده. ایوان میگه من دوباره بیهوش شدم، هیچ یارم نمیاد، اما مادرش میگه داره یه بهونه الکی میاره و خیلی چیزا داره اینطوری میپیچونه. ایوان هم زیر گریه میزنه که مادر متوجه میشه پسرش داره حرف راست میزنه. بعد از این قضیه ایوان به خونه میره و تو اتاق زیر شیروونی میشینه که خاطره این اتفاقم توی دفتر خاطراتش بنویسه. وسط نوشتن مدادش میشکنه و شروع به گشتن دنبال مداد میکنه که یه جعبه با نام پدرش پیدا میکنه. توی جعبه یه سری عکس و نوشته از پدرش همراه با گواهی فوت پدربزرگش میبینه که اونم توی تیمارستان
بستری بوده، یعنی این بیماری روانی تو خانواده‌شون کلاً ارثیه. برای همین از روز بعد پیش روانشناس میره تا با استفاده از هیپنوتیزم بتونه اتفاقی که برای دوست سعیمش نیفتاده رو به یاد بیاره. بعد از هیپنوتیزم فقط یادش میاد یه ماشین جلوی در خونه‌ای که توی صندوقش ترقه انداخته بودن میاره، دیگه هیچی نمیتونه بگه. دکتر سعی میکنه اونو آروم کنه اما موفق نمیشه و ایوان دچار تشنج میشه. وقتی از دماغش هم خون میاد دکتر سری هیپنوتیزمش تموم میکنه تا به وضعیت پسر رسیدگی بشه. کمی بعدتر ایوان به همراه کیلی و تامی به سینما میرن. ایوان از تامی میپرسه چه اتفاقی جلوی اون خونه افتاد، اما تامی با عصبانیت اونو به دیوار میکوبه و میگه که هیچ وقت از این قضیه صحبت نکن. وسط فیلم دیدن کیلی یه دفعه حالش به هم میریزه و از سینما میاد بیرون. ایوان هم میره دنبالش. وقتی سعی میکنه دستش روی شونه دختر بذاره تا آرومش کنه، یه دفعه کیلی از درد داد میکشه. با دیدن شونه کیلی کبودی بزرگی رو میبینه که متوجه میشه پدر کیلی اونو کتکش میزنه و خیلی وقتا حتی بهش آزار جنسی میرسونه. ایوان بهش میگه بابات خیلی آدم عوضی و هر دوشون همو میبوسن. تامی میبینتش و سرشون داد میزنه و میره جلو دعوا راه بندازه، اما یه پسر غریبه ای از کنارش رد میشه که باعث افت دادن تامی روی زمین میشه. تامی که مشخصه حال رویش خیلی به هم ریخته است، شروع به کتک زدن این پسر میکنه و در همین حین با خشم و لبخند خواهرش و ایوان رو نگاه میکنه. اینقدر کتک زدن ادامه داره تا مامورای امنیتی سینما تامی رو میبرن بیرون. روز بعدی ایوان و کیلی میرن دم خونه دوستشون لنی تا حالش رو بپرسن. سه تاشون میرن تو جنگل تا با هم یکم وقت بگذرونن که متوجه دود آتشی از دورتر میشن. سری میدونن سمتش که برادر کیلی یعنی تامی رو میبینن. تامی سگ ایوانو دزدیده و اونو توی گونی میندازه و قصد داره سگشو زنده زنده بسوزونه. اما اولی چوب بزرگ برم داره تا ایوانو کتک بزنه، اما با جا خالی دادن اون ضربه به خواهر خودش یعنی کیلی میخوره و اونو میندازه زمین. این اتفاق باعث عقب کشیدنش نمیشه و تامی به جون ایوان میفته و کلی با مشت و لگد کتکش میزنه. بعد میره سمت سگ تا آتیشش بزنه و ایوان دوباره دچار فراموشی میشه. وقتی به هوش میاد میبینه سگش سوخته و خاکستر شده، کیلی هم کنارشه. کمی بعد از این قضیه ایوان و مادرش میخوان برای زندگی کلا از شهر برن. کیلی میدوه سمتش تا برای آخرین بار دوست پسر عشق زندگیش یعنی ایوانو ببینه. ایوان هم که میدونه وقتی برای صحبت نیست رو کاغذ مینویسه یه روز برمیگردم پیش تو. با مادرش به شهر جدید راه میافتن. سکانس بعد چند سال دیگه رو میبینیم. ایوان 20 سالش شده، توی کالج مشغول تحصیل رشته روانشناسیه. یه روز به خوابگاهش میره و از هم اتاقیش به اسم تامپر که حالا رفیق صمیمی میشه میخواد تا با هم جشن بگیرن. تامپر میگه جشن چی؟ و ایوان هم جواب میده جشن اینه که من 7 سال تجربه فراموشی نداشتم و بیماری من انگار کلا درمون شده. دو تا پسر با خوشحالی به بار میرن و مشغول خودگذرونی میشن تا جایی که یه آدم غریبه شروع به مسخره کردن هم اتاقی ایوان یعنی تامپر میکنه. در آخر بعد یه جر و بس ایوان همراه با دختری که باهاش آشنا شده از بار خارج میشن و به خوابگاه میان. دختر میشینه روی تخت ایوان و اتفاقی دفتر خاطراتش رو میبینه. برای همین از ایوان میخواد تا چند تا از جمله هاش براش بخونه و ایوان هم در آخر قبول میکنه. با باز کردن دفتر خاطره زمانی که سگش با آتش کشیده شد رو میبینه و شروع به خوندن میکنه. اینجاست که اتفاق عجیبی میفته و در حالی که جمله ها رو داره میخونه همه چیز دور و برش انگار به لرزش در میاد و یه دفعه خاطره اون لحظه که قبل سوختن سگش بیهوش شده بود رو به یاد میاره. اونقدر قشنگ اینو به یاد میاره که انگار داره همون لحظه رو دوباره زندگی میکنه. ایوان از جاش بلند میشه، دوستش زیلنی داره سعی میکنه گونی رو باز کنه تا سگو نجات بده، اما تامی میاد سمتش و میگه اگه این کارو بکنی مامان تو توی خواب میکشمش. بعد روشو به ایوان میکنه و به خاطر بوسیدن خواهرش کلی بهش فوش میده و سگو به آتیش میکشه. اون لحظه ایوان به خودش میاد که دچار یه حمله عصبی شده، اما دختری که کنارش آرومش میکنه. بعد دختر بهش میگه داشتی خواب میدیدی، اما ایوان میگه که همه چیز خیلی برام واقعی بود. روز بعد این اتفاق خیلی ذهن ایوان درگیر و برای همین تصمیم میگیره به دیدن دوستش لنی بره. پسر که یه آدم عصبی و گوشه‌گیر شده و وسط صحبت ایوان در مورد اون خاطره یه دفعه کنترل خودش از دست میده. اون یقه ایوانو میگیره و میگه تامی به هم گفت مادرتو توی خواب میکشم. اینجاست که ایوان متوجه میشه چیزی که موقع خوندن خاطره دیده عین واقعیتیه که موقع فراموشیش اتفاق افتاده بود. این باعث کنجکاوی میشه و تصمیم میگیره از بچگیش تا الان هر فراموشی که اتفاق افتاده رو یه بار بخونه بلکه به یاد بیاره. اول از همه میره سراغ خاطره اون مواد منفجره که توی صندوق پستی گذاشتن. با خوندن جمله ها ایوان به همون لحظه برمیگرده. اول از استرس سیگارش روی پیرنش میفته. بعد یه ماشین جلوی خونه توقف میکنه. همین لحظه سیگار بدن ایوان رو میسوزونه و متوجه میشه روش کمی زخم شده. یه مادر و بچه از ماشین پیاده میشن. مادر به سمت خونه میره که کیلی خیالش راحت میشه و یه نفس راحت میکشه. اما یه دفعه مادر تصمیمش عوض میشه و برمیگرده تا صندوق پستی رو هم چک بکنه. همه بچه‌ها وحشت میکنن. مادر در صندوق رو باز میکنه و همون لحظه با انفجار ترقه اتفاق وحشتناکی میفته و بچه‌ها به فرار میسرن. در حالی که لنی از دیدن این صحنه شوکه شده و هیچ حرکتی نمیتونه انجام بده تا ایوان و تامی برمیگردن و اونو با خودشون میبرن. ایوان به حالت عادی خودش برمیگرده و از فهمیدن اینکه اون لحظه چه اتفاقی افتاده حالش خیلی بد میشه. اتفاق جالبی میفته و با چک کردن بدنش متوجه میشه سیگاری که این بار تو خاطره از
دستش افتاد، ردی روی تنش جا گذاشته که هنوزم مونده، رد سیگاری که تا قبل از این لحظه وجود نداشت. کمی بعد ایوان با مادرش به رستوران میرن و راجع به پدرش سوال میکنه. مادر جواب میده بابات خیلی خاطراتش رو دقیق به یاد داشت. میگه بابات وقتی همسن تو بود یه راهی پیدا کرده بود تا گذشتش رو همیشه به خاطرش بسپاره. بابات میگفت به قدرت خیلی خفن داره، اما قبل از اینکه به ایوان بگه چیه سرش رو میندازه پایین و حرفی نمیزنه. میگه بابات همون موقع مریضی ذهنی شروع شده بود. بعد از ترک رستوران ایوان دوباره از مادرش راجع به قدرت باباش سوال میکنه، اما مادر بازم تفریح میرو با پیچوندن بحث میگه بیا برای خنده بریم پیش یه پیشگو تا کف دستتو بخونه. وقتی به اونجا میرن جالبه که پیشگو دست ایوانو نگاه میکنه، میگه تو هیچ خط زندگی نداری، یعنی هیچ روحی نداری، انگار اصلا نباید توی دنیا وجود داشته باشی. مادر و پسر میرن جای دیگه میشینن و مادر میگه قبل از تو دوبار حامل شدم و بچه‌هام افتادن و تو واسه من مثل معجزه ای. ایوان با خوابگاهش برمیگره و دوباره میره سراغ دفتر خاطراتش. این بار شروع به خوندن وقتی میکنه که به خونه کیلی و تامی رفته بود تا باباشون ازشون فیلم بگیره. قبل خوندن مت هم اتاقش تامپر میاد و بهش میگه شاید یه دلیل خوبی است که اون روزا رو به خاطر نمیاری و بهتره به خطر نندازیشون. ایوان تصمیم میگیره دیگه این کارو انجام نده و روز بعد با ماشینش محل زندگی بچگیش میره تا کیلی رو بعد مدت ها ببینه و حالش بپرسه. کیلی زندگی خیلی فقیرانه داره و ایوان بهش میگه جدیدن سعی دارم خاطراتم به یاد بیارم، برای همین اومدم پیشت. بعدم ازش راجع به وقتی که بابای کیلی ازشون فیلم میگرفت سوال میکنه. کیلی یه دفعه عصبی میشه و میگه راجع به اون موقع با هم حرف نزن. ایوان بهش میگه تو نباید خودتو مقصر هر اتفاقی اون موقع افتاد بدونی، اما کیلی بیشتر عصبی میشه. بعدم به سمت خونه خودش راه میفته، اما قبل رفتن وسط گریه و عصبانیت به ایوان میگه اگه اینقدر دوستم داشتی برات مهم بودم چرا زودتر نیومدی تا نجاتم بدی و خبری ازم بگیری. ایوان با ناراحتی از فهمیدن این قضیه به خوابگاهش برمیگره و با یه پیام صوتی از داداش کیلی یعنی تامی مواجه میشه. تامی توی پیام کلی بد و بیراه میگه و خبر میده کیلی بعد از اینکه تو رو دید به خونه اومده و خودکشی کرده. ایوان خیلی به هم میرسه. روز برای مراسم خاکسپاری کیلی میره، اما جرئت نمیکنه جلو بره تا وقتی که همه از اونجا میرن. بعد ایوان میره پیش تابوت یه دست گل و همراه با متین که قبلا به کیلی نشون داده بود روی قبر میذاره. وقتی به خوابگاه برمیگره تصمیم میگیره یه بار دیگه دفتر خاطراتش رو بخونه تا مطمئن شه اینطوری میتونه گذشته رو عوض بکنه. دوباره خاطره بار اولی که بابای کیلی و تامی رو دید رو میخونه. آقای میلر کیلی و ایوان رو به زیر زمین میبره، دوربینش رو وصل میکنه و به بچه‌ها میگه لخشی چون باید جلوی دوربین همدیگه رو ببوسید. این بار ایوان به حرف پدر گوش نمیده، تصمیم میگیره گذشته رو تغییر بده. به کیلی میگه گوشاتو بگیر و شروع به تغییر کردن و توهین به آقای میلر میکنه. میگه این کار تو توی آینده باعث میشه کیلی خودشو بکشه، اگه همین الان تمامش نکنی بدترین بلای دنیا رو میتونم سرت بیارم. ایوان از گذشته برمیگره و وقتی چشمشو باز میکنه خودش توی خوابگاه دختر نمیبینه. اون روی تخت دراز کشیده و همین که بلند میشه سردرد خیلی زیادی رو تجربه میکنه، سردردی که با کلی تصویر جدید همراه و انگار داره خاطرات جدیدی رو بعد از اینکه از اون اتفاق گذشته توی ذهن ایوان میسازه. دختری دست ایوانو میگیره و وقتی با وحشت برمیگرده میبینه کیلی کنارشه. انقدر فشار این اتفاق زیاده که از دماغ ایوان کلی خون میاد. ایوان و کیلی از خوابگاه میان بیرون و وقتی ایوان از دختر میپرسه چه بلایی سر دروبن بابات اومد، میگه همون روزی که تو باهاش دعوا کردی اونو انداخت دور. اون به راهروی کالج میره که هم اتاقی قبلیش تامپر رو میبینه، اما جالبه که وقتی ازش ساعت رو میپرسه تامپر با عصبانیت جوابشو میده و انگار کلا هیچ آشنایی با هم دیگه ندارن. سر کلاس هم متوجه میشه حالا با همون کسایی که تامپر رو توی بار مسخره کرده بودن رفیق فابریک شده. ایوان با این تغییر خیلی کوچیک توی گذشته خودش همه خط زندگیشو تغییر داده. حالا خیلی خوشحاله چون کلی کنارشه و خوشبخت‌ترین آدم دنیاست. برای همین یه منظره رمانتیک برای کلی درست میکنه. وقتی به اونجا میرن یکی از دوستاش بهش میگه یه نفر ماشینتو ترکونده. اون با کلی سریع پیش ماشینش میرن و با دیدن قلاده سگی که ماشین آویزونه متوجه میشن برادر کلی یعنی تامی این کارو انجام داده. ایوان سریع به خوابگاهش میره و یه اسپری فلفل برای دفاع از خودش برمی‌داره. کلی و ایوان بحثی سر اینکه تامی این کارو انجام داده میکنن. ایوان متوجه میشه دعوایی که با پدر کلی انجام داده بود باعث شده اون دیگه به کلی آسیبی نرسونه، ولی کل خشم و نفرت خودش رو سر تامی خالی بکنه. اونا میرن بیرون و تامی وسط راه با یه چوب بیسبال جلوشون رو میگیره. برادر شروع به کتک زدن ایوان میکنه تا جایی که اون با استفاده از اسپری فلفلش تامی رو کنار میزنه و با استفاده از چوب بیسبال اون زیر کتک میگیره. این بار خشم ایوان خیلی زیاد شد و بدون قصد خاصی تامی رو توی همین دعوا به قتل میرسونه. ایوان به خاطر این قتل به زندان فرستاده میشه. توی زندان همسلولی به اسم کارلوس داره. ایوان ازش خواهش میکنه کمکش کنه تا بقیه زندانیا اذیتش نکنن، اما کارلوس میگه کاری از دستم در نمیاد و فقط وقتی خواستم بهت تجاوز بکنن بهتر فکرتو به چیزای دیگه منحرف بکنی. مادر ایوان هم برای دیدنش به زندان میاره دفترهای خاطراتش رو برش میاره. اون با برداشتنشو سعی میکنه به سمت سلولش بره، اما چند تا زندانی تهدیدش میکنن و با زورگویی دفتر رو ازش میگیرن، اما ایوان موفق میشه چند تا از برگه های اونا رو به زور بکنه. با استفاده از این برگه ها ایوان پیش همسلولیش کارلوس میاد. اون میخواد با ثابت کردن قدرت عجیبش از کارلوس کمک بگیره تا دفترشو پس بگیرن. برای همین شروع به خوندن برگه های کنده شده میکنه که اونو به 7 سالگیش وقتی نقاشی ترسو کشیده بود برمیگردونن. ایوان بعد کشیدن نقاشی
نقاشی جفت دست خودش محکم به میله‌های روی میز میکوبه که باعث سوراخ شدن دستش میشه. اون با زمان حال برمیگرده و کارلوس به چشم میبینه که دو تا زخم بزرگ روی دستای ایوان آروم آروم شکل میگیرن. اینطوری به کارلوس قدرتش باور میکنه و فکر میکنه اون مسیحه و راهنماییش میکنه. ایوان به سربل زندانیایی که اذیتش کردن میره و بهشون میگه من حاضرم برای نیاز جنسیتون کمک کنم اگه دفترمو پس بدید. بعد برای انجام حرکت جنسی جلوشون میشینه، اما با استفاده از چاقویی که معلوم از کارلوس گرفته آلت تناسلی جفتشون رو سوراخ میکنه. کارلوس هم میاد تو درو نگه میداره تا کسی نیاد و ایوان شروع به خوندن قسمتی از دفتر خاطراتش میکنه که به همون لحظه قبل از سوخته شدن سگش برمیگرده. اون یه وسیله تیز به لنی میده و میگه به محض اینکه سگمو توی گونی دی اون نجاتش بده. این بار قبل از شیر گرفتن دعوا ایوان شروع به حرف زدن با تامی میکنه. اون بهش میگه من رفیقتم و هیچ وقت نمیخوام بهت آسیب بزنم و تامی هم با شنیدن حرفای ایوان آروم میشه. بعد خودش تصمیم میگیره سگو آزاد کنه، اما اینجاست که لنی با همون تیک آهنی که از ایوان گرفته بود جلو میاد و یه دفعه تامی رو میکشه. ایوان به زمان حال برمیگرده، دوباره توی خوابگاه اول خودشه. با خونریزی دماغش کلی خاطره جدید تو مغزش شکل میگیره و دچار تشنج میشه. سریع اون رو به بیمارستان میرسونن و با اسکن بدنش دکترها میگن ما هیچ دلیلی برای حالت نمیبینیم، اما مغزت جوریه که انگار 40 سال خاطره تو کمتر از یه سال وارد شده. ایوان میفهمه دوست قدیمیش لنی هم توی همین بیمارستان روانی سالهاست بستریه. با برداشتن کارت یکی از دکترها یواشکی به دیدن دوستش میره. لنی به سقف سر زده و هیچ حرفی نمیزنه. قبل خارج شدن ایوان ازش میپرسه تو میدونستی با دادن اون وسیله من چه اتفاقی میفته؟ که ایوان هم جواب میده آره میدونستم. لنی میگه این تویی که باید توی تیمارستان بستری بشی نه من. این قضیه خیلی رو مخ ایوان میره و تصمیم میگیره با خوندن خاطراتش به زمان ویزیتش با پدرش بره. وقتی چشماشو باز میکنه سریع از باباش میپرسه من چجوری میتونم این گندکاریامو درست کنم؟ پدرش میگه غیر ممکنه بتونی چیزی رو درست کنی چون هیچ آدمی عوض نمیشه. بعدم به ایوان حمله میکنه چون معتقد فقط با مردن پسرش این تلس به پایان میرسه. ایوان از خاطره بیرون میاد و تصمیم میگیره دوباره به دیدن کیلی تو محله قدیمیشون بره. میفهمه حالا کیلی توی موتل اقامت داره و تن فروشی میکنه. بعد به خوابگاهش برمیگرده و این بار تصمیم میگیره یه جوری همه چیزو درست بکنه. دوباره خاطراتشو میخونه و با خوندنشون به همون ترقه بازی و مردن مادر و بچه میره. این بار با دیدن مادر ایوان به سمتشون میده و سعی میکنه جلوشون رو بگیره. وقتی گوش نمیدن تامی میده و با پریدن جون مادر و بچه رو نجات میده، اما ایوان خیلی به صندوق نزدیک و با انفجار ترقه خودش به شدت آسیب میبینه. وقتی چشماشو باز میکنه رو تخت خوابگاهشه. این بار کنار خودش دوست قدیمیش لنی رو با عنوان هم اتاق میبینه. همین که از جاش بلند میشه متوجه میشه جفت دست و پای خودش رو به خاطر اون اتفاق از دست داده. کلی خاطره جدید تو ذهنش شکل میگیرن و دوباره تشنج میکنه. توی این خاطرات میفهمه بعد کاری که انجام داده کلی و لنی عاشق همدیگه شدن و با هم توی رابطن. همینطور میفهمه تامی هم به عنوان یه قهرمان بزرگ شده و الان عضو گروه مذهبیه. وقتی حالش بهتر میشه بیرون از خوابگاه میره پیش کلی. ازش میپرسه به نظرت ما میتونستیم با هم باشیم؟ و کلی هم جواب میده من همیشه عاشقت بودم. اصلا دلیل اصلی که کنار بابام موندم این بود که نزدیک تو باشم و اون همه عذاب از طرفش ببینم. شنیدن اینا خیلی حال اونو به هم ریخت و وقتی به همون میره تصمیم میگیره با خفه کردن خودش تو آب خودکشی کنه. اما همون لحظه تامی میرسه و نجاتش میده و بعد بهش میگه هیچ وقت ناامید نشو. بعدم ایوان با خودش به بیمارستان میبره. ایوان میفهمه مادرش سرطان ریه گرفته و متوجه میشه بعد از اتفاقی که برای خودش افتاده مادرش خیلی افسرده شده و شروع به سیگار کشیدن کرده و سرطان گرفته. اینجاست که تصمیم میگیره به خاطراتش برگرده و کلا جلوی روشن کردن ترقه رو بگیره. این بار بازم به لحظه فیلمبرداری آقای میلر میره. سریع ترقه رو روشن میکنه تا بندازه دور، اما آقای میلر میاد و اونو به طرف دیگه پرت میکنه. کلی با دیدن ترقه اونو برمی‌داره و همون لحظه منفجر میشه. با باز شدن چشمای ایوان میفهمه تو تیمارستان بستری شده. بعد این اتفاق اون محکوم به قتل شده و به عنوان یه بچه با مشکل روانی بستری کردنش. اینه که وقتی از دکتر درخواست میکنه دفتر خاطراتش رو براش بیارن تا بتونه گذشته رو درست بکنه، دکتر بهش میگه تو هیچ دفتر خاطراتی نداری. ایوان نوشتن همه چیزو بعد از اون اتفاق شروع کرده بوده چون حالا از همون لحظه توی تیمارستان بوده، هیچ چیز نتونسته بنویسه. بعدم بهش میگه تو دقیقاً مثل پدرتی. باباتم همیشه میگفت آلبوم عکسای قدیمیشو براش بیاریم، در حالی که هیچ آلبومی نداشت. فکری به سر ایوان میزنه و وقتی که مادرش به دیدنش میاد ازش میخواد که هرچی فیلم قدیمی دارن براش بیاره. نصف شب اون با برداشتن فیلم‌ها از اتاقش فرار میکنه و به اتاقی با سیستم صوتی میره. یکی از فیلم‌های قدیمی که داره فیلم زایمان مادرش و به دنیا آمدن خودشه. فیلمو میذاره و بعد نوشتن یه نامه خداحافظی با تمرکز روی فیلم به زمان زاییده شدنش برمیگرده. این لحظه مادر یه درد شدیدی حس میکنه و دکترها متوجه میشن بند ناف دور گردن جنین پیچیده شده و در آخر بر اثر خفگی کشته میشه. حالا میفهمی چرا مادر ایوان دو تا سقه جنین داشته و این سومیشه، چون همیشه ایوان به این لحظه برمیگشته تا خودشو بکشه. حالا میفهمیم چرا پیشگو میگفت تو هیچ روحی نداری و نباید وجود داشته باشی. بعد این اتفاق و مرگ ایوان قبل از تولدش، کلی دیگه پیش پدرش نمیمونه و همراه تامی پیش مادرش میاد تا زندگی کنن. در نتیجه هیچ آسیب روانی نمیبینن. مادر ایوان دوباره ازدواج میکنه و یه بچه دیگه به دنیا میاره و خیلی خوشحاله. کلی با کسی دیگه ازدواج میکنه و خوشبخت میشه. لنی هم هیچ آسیبی نمیبینه و تامی هم یه آدم خیلی
خیلی موفق و تحصیل کرده میشه. دنیا نیومدن ایوان باعث شد زندگی همه خیلی خوب و عادی پیش بره. فیلم اثر پروانه یا باترفلای افکت خیلی روی آدم تاثیر میذاره. من بعد دیدنش بارها پرسیدم کوچیکترین تصمیمای من توی گذشته چقدر میتونه زندگی الانمو تغییر بده. حتی فکر کردم اگه به دنیا نمیومدم چقدر زندگی اطرافیانم فرق میکرد و شاید خیلی آسیب نمیدیدن یا برعکس خیلی حالشون دیگه اصلا خوب نمیشد. این فیلم باعث میشه توی زندگیمون موقع کوچیکترین تصمیمها هم بیشتر فکر کنیم، بلکه آینده بهتری رو بتونیم برای خودمون و دیگران بسازیم. رفقا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلاسی.